پادشاه جورج و اردکی. سلام بچه ها، به قصه سبزیجات خوش آمدین. من باب گوجه فرنگی هستم و منم لری هستم. آها، لری خیار. و ما اینجا هستیم تا به سوالات شما پاسخ بدیم. راست میگه. عرض کنم خدمت شما که ما امروز یه نامه دریافت کردیم از پسری به نام جیمی، ها، که یه جاهایی زندگی میکنه، جا تگزاس، تگزاس زندگی میکنه. آره راست میگه، تگزاس. خدمتتون عارضم، این پسر ما آقا جیمی الان با یکی دیگه دوسته، یکی دیگر رو میشناسه به اسم چی بود؟ اسمش جریه. آره آره راست میگه، جری، یه پسر دیگه به اسم جری. حالا جیمی میگه این پسر جری خیلی خودخواهه. من نمیگم ها، جیمی میگه یکی از خودخواه‌ترین بچه‌های دنیاست. اینقدر خودخواهه که حالتون بد میشه. اصلا یه وضعی باید ببینید چه خبره. اینقدر خودخواهه، اینقدر خودخواهه که نگین. اصلا هم اینطوری نیست. کی نیستش؟ جری خیلی پسر خوبیه، اصلا خودخواه نیست، از تو هم بهتره. نه بابا خودخواه، مگه تو نامه رو یادت نمیاد پسر؟ عجبا، جیمی گفت جری پسر خوبیه، اون یکی پسره هیوبرت خودخواهه. هیوبرت کیه دیگه؟ بله، هیوبرت. آخی کی اسم بچه‌شو هیوبرت میذاره؟ نگاه کن جری، نه لری، تو اون نامه‌ای که امروز صبح از این پسر جیمی که یه جای نزدیک تگزاس زندگی میکنه چی دریافت کردیم؟ دریافت کردیم که دوستش جری خیلی خودخواهه. همینو گفت، یادت میاد؟ من که خوب یادم. ببینم تنت میخوره نه؟ هی! ها دوا؟ نه خود اصلا ببین خودت اسم جری رو به من گفتی پسر. گفتی یا نگفتی؟ اصلا معلوم هست اینجا چه خبره؟ آهای شما دارید چی کار میکنی؟ خب سلام بچه ها، من باب گوجه فرنگی هستم. و منم خودخواه نیستم. نه تو باب گوجه فرنگی نیستی، من باب گوجه فرنگی هم. جیمی؟ جری؟ ببینم شمایی؟ من؟ نه میتونم بپرسم دقیقا دارین چی کار میکنین؟ اوه فشر، ما فقط میخواشیم به شما دوتا کمک کنیم. آره جود شما، راست میگه. ما فکر کردیم شما به استراحت نیاز داری. استراحت؟ من همین الان استراحت کردم، اصلا هم نیازی به استراحت ندارم. اوه شخی نگیر باب، لطفا بذار انجامش بدیم. ما از برنامه دیوید و خیارشور بزرگ به بعد همیشه دلمون میخواست یه برنامه اجرا بکنیم. خب این خیلی خوبه، اما خب من مطمئن نیستم اگه ما یه داستان داریم. واقعا؟ آره واقعا، جری خودش نوشته، مگه نه جری؟ جری؟ راست میگه، خودم داستان رو نوشتم. آره 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 آره. راجبه چی هست؟ به بچه ها یاد میده که خودخواه نباشن. خب فکر میکنم این خیلی چیز خوبیه که به بچه ها یاد بدیم، اما اگه شما داستان خوبی داشته باشید و مرسی با پشمون نمیشی، حالا میبینی پسر. اسمش چیه؟ اسمش هست؟ نمیدونم جری، اسم داستان چیه میدونی جو؟ اسمش هست مرد انگلیسی که از تپه بالا رفت و همه موسا رو با خودش آورد پایین. جمع کن خودتو. ها؟ جالبه. خب پس لطفا ما رو ببخشید، باید برنامه مون اجرا بکنیم. اوه خیلی خوب. ها؟ موفق باشید. خب جیمی از نزدیکی‌های تگزاس، این یه داستانه که ما برای تو پخش میکنیم و تو میتونی به اون پسر خودخواه نشون بدی. منظورش هیوبرته، فیلمو پخش کنید. چی شد پس آقا؟ پخش کنید دیگه. مرد انگلیسی که از تپه بالا رفت و همه موزها رو با خودش آورد پایین. سلام میکنم، من مردی هستم که از تپه بالا رفت و همه موزها رو با خودش آورد پایین و مسلماً هیچ موزی برای ساکنین تپه باقی نذاشت. بنابراین این لقب خودخواه رو به خودم میدم و بهش افتخار میکنم. عجب خودخواهی هستی بیبرم. چه اهمیتی داره، مهم اینه که موزها برای منن. حالا میخوای بخوریشون یا نه بچه سوسو؟ ها؟ چی کار کنم؟ معلومه که نه، نمیشه موز رو بدون توش فرنگی خورد. بگم سلام، من اهل سویدم، از تپه بالا رفتم و تمام توت فرنگی رو با خودم آوردم پایین و مسلماً هیچ توت فرنگی برای ساکنین تپه واقع نذاشتم، بنابراین لقب خودخواه رو به خودم میدم. خیلی بهش افتخار میکنم. تو که سویدی نیستی؟ صداشو در نمیار، کلاس داره.
عجب خودخواهی هستی بی برا. مهم اینه که توت فرنگی ها مال منن. حالا میخوای بخوریشی یا نه نانار؟ نه نمیشه توت فرنگی ها بدون ماست خورد. مگه میشه؟ نمیشه. معذرت میخوام آقای سوئدی مهربان، میشه یک توت فرنگی به من قرض بدید؟ ها؟ نه نمیشه. بابا خیلی خودخواهی، آخه چطور دارد میاد؟ ببخشید آقای محترم، میشه یه دونه موز به من قرض بدی؟ نه نمیشه. تو هم لنگه همون اند خودخواهی. شما دوتا دلاتون مثل سنگ شده. پایان قصه. اوه ای وای، خیلی جالب بود. به نظرم اصلا خوب نیست که خودخواه باشیم، مگه نه جری؟ نه نه نه، خودخواه بودن اصلا خوب نیست. او آره، بذار ببینیم رایانک امروز چه آیه‌ای برامون آماده کرده. آره رایانه. رایانک. ها؟ سلام رایانک، امروز چه آیه‌ای داری؟ رایانک، رایان، رایانک. آقا این چه وضعشه؟ این همه پول سیستم دادیم که خاموش باشه، کی رایانک رو خاموش کرده؟ بذار ببینم، کنترل این شیفت، کنترل دیلیت، نه 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 این نشد، آلت اف 4، نه این الان آپشن میریم تو آلت، اینجا باید اسکیپ رو بزنیم، اسکیپ رو میزنیم. بی از اون نزن. ها؟ ها؟ چی شد؟ اوه اینو ببینین بچه، خودخواه نباشید، این آیه خوبیه. خیلی خوب بچه، وقت برنامه اون امروز تموم شده، یادتون باشه خدا ازمون میخواه. صبر کنید صبر کنید، وایسین بابا جون وایسین، آخه شما نمیتونین برنامه رو اینطوری تموم کنین. خیلی خیلی کوتاه بود، اصلا داستانم یه جوری بود. خب نمیدونم الان که رایانک هم خاموشه، ما حتی یه دونه آیه هم نشون ندادیم. نه نه نه، اینا همش اشتباهه، ما باید دوباره انجامش بدیم. بچه های عزیز، خواهش میکنم ما رو ببخشید، ما دوباره این برنامه رو براتون اجرا میکنیم و جیمی، جری، خواهش میکنم این لباسای مسخرتون رو در بیارین، ما میخواییم یه داستان واقعی تعریف کنیم. لری، نامه ای که دریافت کرده بودیم و یادته، از طرف لوسی توماس از بیسمارک، داکوتای شمالی. آره اونی که میگفت دوست نداره با خواهرش بازی کنه واسه اینکه نمیخواد عروسکشو به خواهرش بده. آه خود خودشه، فکر کنم وقتش یکی دوتا درس مهم به لوسی کوچولو راجع به خودخواه بودن بدیم. نظر چیه؟ آره آره چرا که نه. خیلی خوبه که برگشتیم، حرکت. روزی روزگاری پادشاهی زندگی میکرد که مثل پادشاهان دیگر، اون یک کاخ خیلی تمیز برای زندگی و یک قلمرو خیلی کوچیک برای اوکراینی داشت. برخلاف پادشاهان دیگر، این پادشاه بیشتر وقتش رو تو عموم زندگی میکرد. اون آره اسمش جورج بود، پادشاه جورج. پادشاه جورج، اعلی حضرت، فکر میکنید بشه زودتر بیاین بیرون؟ آخه باید در مورد یک کار خیلی خیلی مهم با هم حرف بزنیم. نظرت چیه اردکی؟ کاملا باید موافقم، الان ما نمیتونیم لوئیس، همون به سلطنتی ما تموم نشده. خیلی مهمه قربان. اردکی چرا اینو نمیذارم ما تنها باشیم؟ بله یه مقداری عجیب بود، میدونین چرا؟ چون کشور در جنگ بود. اگه بخوام دقیق تر بگم جنگ کی؟ جنگ بزرگ کیکی. وقتی کشوری در جنگ باشه، پادشاه خب من فکر میکنم باید کمک کنه، اما این کلن با اردکش بازی میکنه. باید صبر کنی لوئیس، کارهای مهم و واجبتری دارم، مگر نه اردکی؟ پادشاه جورد عاشق حموم کردن بود، ولی بیشتر از اون عاشق اردک پلاستیکیش بود. نگاه کنید آخه، بعضی پادشاه ها عاشق اسبن، بعضی هاشون هم عاشق گاون، بعضی پادشاه ها ارتشو به جنگ میبرن و رهبریش میکنن و پا به پاشون میجنگن، ولی من اینطوری نیستم. به نظرم اینجور چیزا مسخره است. ترجیح میدم تو با نه همون
خواهش میکنم یه دقیقه به من گوش کنی. عاشق اردکمم. باید راجبه این مسئله با هم صحبت کنی. عاشق اردکمم. ببینید یه جنگ اتفاق افتاده و ما درگیرشیم. عاشق اردکم. هرچند نمیخوام علاکی شلوغش کنم. پس نکن. بهتره تا با هم بخونی. باشه باشه سعی خودمو میکنم. اون عاشق اردکشه. واسه همین کسی نباید وزای هم بشه. عاشق اردکشه. حتی اگه اون بیرون جنگ باشه. عاشق اردکشه. تو کاملا متفاوتم با پدرم. عاشق اردکشه. برای که اون بیکن واسه من خیلی خسته کننده است. حالا دقت کن لویس عزیز. فکر کنم تو هم با من موافقی. مهمترین شخص در تمام دنیا یه پهناور من هستم. پس لطفا اینقدر با یاد آوری مشکلات مردم آزار نده. بودو پروفان همون بپر آب کن تا روحیه ظریفم تازه بشه. آفسر من عاشق اردکمم. آه نمیدونم چرا دارم به خودم زحمت میدم. عاشق اردکمم. اصلا هیچ منطقی تو سرش نمیره. عاشق اردکمم. وقتش حقیقت رو قبول کنم. فکر کنم دیگه کارمون ساخته است. زود باز ارتش رو بفرست. کشور هیچ شانسی نداره. عاشق اردکمم. بدون شک کارمون تمومه. ارتش بودو بفرست بجه. با این ارتشی که شما ساختین هیچ شانسی نداره. عاشق اردکمم. هی اون چیه؟ یه سکه به هم بده. ها؟ بفرمایی قربان. من عاشقتم اردک قشنگم، چون تو همیشه منو میخندونی و همیشه با منی. من عاشق اردکمم، چون اون بهترین اسباب بازی دنیاه. من عاشقتم اردک قشنگم. میخوابش. چی و قربان؟ خونه رو؟ نه اردک رو. ولی خب شما یکی داری قربان؟ چی داری میگی؟ یعنی نباید هرچی رو که دلم میخواد داشته باشم؟ خب باید داشته باشمش، باید بگیرمش، باید بری و واسم بیاریش. اگه میخوای خوشحال باشم برو بری نشونم بده که دوستم داری. یه دقیقه وقت رو تلف نکن تا وقتی که اونو به دستم برسونی. اگه میخوای بهترین باشی پیشنهاد میکنم همین حالا بری. خب قربان فقط میخواستم بهتون یادآوری کنم، آخه همین الان نشم شما کلی اردک داریم. ببینید واو. اون اردک ها دیگه قدیمی شدن. قربان همه این اردک ها کاملا خوبن. میدین چرا؟ چون تمام افراد دربار آرزوشون یه دونه اینطوری به این قشنگی داشته باشن. نگاه دوستشون ندارم، نمیخوابشون دیگه، اینا رو نمیخوابشون. محبت من به اون اردک ها دیگه بیشتر نمیشه. اگه منظور دینه که نمیتونم چیزی رو که میخواب داشته باشم، تو کاملا در اشتباهاتی. اگه دری اون اردک رو برام دریاری، حسابی تو درد سر میافتی. دیگه هیچ صحبتی نبوده. قربان گفتید که در اشتباهاتی؟ چی؟ من نمیدونم، شاید هم گفتم. در اشتباهاتی نه قربان، در اشتباهی. گفتم که گفتم. از صحبت کردن یه پادشاهی را دگی. حالا برو اون اردک رو بردار بیا. ولی پادشاه جرد نمیشه همینطوری که همینطوری بریم اردک توماس رو بگیریم و بیایم. چی میشه مگه؟ خب قربان اونو میره به بقیه میگه و اون موقع مردم میدونین چی فکر میکنن. فکر میکنن که شما میرین تو خونه هاشون وسایلاشون رو به زور میگیرین. اینطوری نمیشه کشور رو اداره کرد. آره راست میگی. پس باید فکری در مورد توماس بکنم. چی؟ بیا تو. سدریک جنرال محبوب من، جنگ چطور پیش میره؟ همونطور که لوئیس بهتون گفت قربان، جنگ کیکی داره با سرعت زیادی گسترش پیدا میکنه. ما
به افراد بیشتری در خط مقدم نیاز داریم. لوئیسی رو به من نگو. داشتم سعی میکردم بگم قربان، ولی شما اصلا اجازه نمیدید اونم حرف بزنه. افراد بیشتر، درسته، به افراد بیشتری احتیاج داریم. راستش فکر کنم توماس دوست داشته باشه کمک کنه. توماس؟ همون بچه کوچیکی که یک اردک داره؟ با اینکه کوچیکه به طرز عجیبی قویه. مرجور شما مایل هستید قربان. اما عالی جناب. و یه چیز دیگه سدریک، توماسو در خط مقدم جنگ بذار و به بقیه بگو برن عقب. نه ولی اون قربان اینجوری خامه ای میشه. این خواست پادشاه شماست. هر جور میل شماست عالی جناب. رئیس، غروب کنار دروازه شرقی میبینم. یه کاری هست که باید انجام بدیم. واقعا وحشتناک بود. لوئیس نمیخواست بلای سر توماس بیاد و مطمئنن نمیخواست اردکشو ازش بگیره، ولی از طرف دیگرم نمیخواست پادشاه جورج اون رو به جنگ بزرگ کیکی بفرسته. پس اون کاری رو کرد که پادشاه ازش خواسته بود. آهنگای مسخره با لریه. قسمتی از برنامه که لری میاد یه سری آهنگ مسخره میخونه. واقعا هم مسخره میخونه. در حالی که لری حماسه غم انگیز باربارا مانتی رو میخونه، ما بهش میپیوندیم در تئاتر زیبای عشق در معرض خطر. چقدر خوب گفتم. باربارا مانتی تو همه کسبی از آسمون لطفاً گریه نکن باربارا. تو یه اسب دریای مهربونی و همیشه با من خوب بودی، ولی من باید به جهان برم و برای همه کارهای سخاوتمندانه کنم و تو نمیدونی با من بیای چون فرانسوی بلد نیستی. خدا رو نگهدار. ولی بی، وقتی تو بری کی منو به مدرسه رفت میبره؟ کی منو به مدرسه رفت میبره بی؟ من یه لباس جدید و کفشای نو و یه روژ لب جدید دارم. چی کار داری میکنی؟ فقط دارم یکم تلویزیون تماشا میکنم. خب شاید بهتر باشه یه کتاب بخونی. آره باشه. اینم از آهنگای مسخره والری. دفعه بعدم با ما همراه باشید که ببینید بیل میگه باربارا من رقصیدن رو یاد گرفتم. خیلی خوب دوباره
ته گوگه مشکوک رفتار نکنی. قربان این که دقیقا شبیه اردکای دیگه تونه. چی؟ زبون به دهن بگی دادون. این زیباترین اردکیه که تا الان وجود داشته. وقت دیگه حبوبه. بازم؟ کی میتونه باشه؟ بیا تو ببینم. توماس. توماس چه زود برگشتید. واقعا حیرت انگیز بود قربان. اون تنها توی خط مقدم ایستاده بود ولی هیچ وقت تسلیم نشد. او روی پاهاش ایستاد و این مرد کوچک دست تنها دشمن رو متوقف کرد. عالی جناب. واقعا؟ اون واقعا یک ابرقهرمان جنگیه. آره. خب تو بس باید بگم آدرم یاد به جنبی سنگر بگیرید. الان دقیقا چی شد؟ متاسفانه عقلش رو از دست داده عالی جناب. آسیب روانی جنگیه. اوه نه، فکر میکنی چقدر طول میکشه که خوب بشه؟ مشخص نیست، نمیتونم بگم، شاید تا آخر عمرش. جدا؟ بله عالی جناب، اگر هوشیار بود مطمئنم ازتون تشکر میکرد. بهتره ببرم اتاقش که استراحت کنه قربان. نیازی به تشکر نیست. وقتشه که برم حموم. حس خیلی بدی دارم قربان. اشکالی نداره، من هنوز وقت دارم برم حموم. چی؟ قربان شما فقط و فقط دارین به خودتون فکر میکنین. نه، الان مدت زیادی دارم به این اردکم فکر میکنم. از اینجایی که تو باز اخمشو از دست داده دیگه به این احتیاج نداره. پس زود باش، کمک کن حموم کنم. فاش ای بابا، بیا تو. من اومدم. بله ببینم کی هستی؟ شما منو به خاطر دارید؟ من ملوین هستم، اون مرد یکم دانه اون کار از گاه و سر و کلش پیدا میشه تا یه چیزهای بهتون بگه. آره خب چی شده؟ باید براتون یه داستانی تعریف کنم. الان نه، باید برم حبوب. موقع خواب بیا. باید گوش بدی، مهمه. باشه. چیه؟ روی یک نمودار تصویری توضیح میدم تا بهتر بفهمیم. نمودار تصویری؟ روزی یک مردی بود که یک آدم گوسفند داشت، یک عالم زمین داشت و یک آدم مهمانی می داشت. اون هی پارتی می کرد و جشن می گرفت و شیک پوش بود و برونزه. آره یک روز یک مردی بود. خیلی خوب، داستان جالبی بود، بعدا ببینم ات. خدافظ. بهتره که صبر کنی چون داستانم هنوز تموم نشده. داستان راجع به دوتا مرده ولی من فقط به یکیش اشاره کردم. یک روز یک مردی بود، یک مرد خیلی فقیر. اون هیچی نداشت به جز یک بره کوچیک ولی اونو خیلی دوست داشت مثل بچهش و با دست خودش بهش غذا میداد. آره یک روز یک مرد خیلی فقیر. من میگفتم. سپس یک روز یک مهمان در خانه مرد پوزاه رو زد. بگید ببینم اون چی کار کرد. تا شکم مهمانش رو سیر کنه. ها میتونید حدس بزنید؟ اون یه آنمه
گوسفنداش، پس میتونست یکی از گوسفنداشو با مهموناش تقسیم کنه. مشکلی نیست. اون بره یه مرد فقیر رو گرفتن ها داراییش رو. با اینکه خودش یک گله گوسفند داشت، اما بره اون رو گرفت. مرد پولدار از تنها بره اون هم نگذشت، برای اینکه مهمان خودش رو سیر کنه بره مرد فقیر رو گرفت. من که علاف نیستم این همه راه بیام برای شما خالی ببندم. این داستان کاملا واقعیه. اون مرد کیه؟ به هم بگو کیه که برای مرد فقیر رو گرفت در حالی که خودش یه عالم گوسفند داشت ولی مرد فقیر فقط یه دونه داشت. ظالم. برای این ظلمش باید تا پایان عمرش تو سیاهچال زندانی بشه. اون کیه؟ آه پادشاه جورج، با کمال تأسف باید گفت که شما آن مرد هستید. آچی؟ شما پادشاهید و یک عالم اردک دارید، ولی توماس بدبخت فقط یکی داشت و خیلی هم دوستش داشت، ولی شما به توماس فکر نکردید. شما به خودتون و چیزی که میخواستید فکر کردید. بله بله ای پادشاه، کاری که شما کردید خدا رو خیلی خیلی ناراحت کرد. برای اینکه چه پادشاه باشی یا فقط یک بچه، خدا از هممون میخواد که اول به فکر دیگران باشی. شما خیلی خودخواه بودید پادشاه جورج، و وقتی خودخواه باشیم به آدم های اطرافمون صدمه میزنیم، همانطور که شما هستید. خدا از ما میخواد که همسایمون رو دوست داشته باشیم، نه اینکه اذیتش کنیم. حالا چی کار کنم؟ حالا چی کار کنم؟ این چیزیه که باید انجام بدی. از خدا بخواه که ببخشتت، از توماس بخواه که ببخشتت، و بعد چی؟ درستش کن. پادشاه جورج دقیقا فهمید که باید چی کار بکنه. لوئیس، همون با آماده کن. چی؟ به هم اعتماد کن. کار دیگه یه مگه میتونم بکنم؟ باید توماس رو پیدا کنم. اون فکر کرد که یه حموم گرم و زیبا در وان سلطنتی به توماس کمک میکنه. سلام. بذار یک ها تمیزت کنم. و مطمئنن حق با اون بود. جور. این فقط وان حمومه. یه چیزی برات دارم. اردکم. پادشاه جورج به توماس گفت که چیکار کرده و از توماس خواست که اگه ممکنه ببخشتش. بعد از کمی فکر کردن توماس قبول کرد. سپس پادشاه جورج دعا کرد و از خدا خواست که اونم ببخشتش. بخشیده شدن خیلی حس خوبی داره. توماس و حتی لوئیس که پادشاه وادارش کرده بود کارهای بدی انجام بده، وقتی فهمیدن پادشاه جورج واقعا پشیمونه، حس خیلی خوبی بهشون دست داد. بله بچه‌ها، روز خیلی خیلی خوبی بود. خیلی خوب پادشاه جورج، بگو ببینم امروز چه چیزی یاد گرفتی. چی یاد گرفتم؟ الان بهت میگم. امروز یاد گرفتم که خودخواهی اصلا چیزی خوبی نیست. من امتحانش کردم همین چند روز پیش. میخواستم که خوشحال باشم و فکر میکردم راهش اینه، ولی نبودم. البته بنده فکر میکنم منظورتون اینه که نبوده. خب الان میدونم چی کار باید بکنم. قرار از این که به خودم فکر کنم، بهتره به فکر شما باشم. پس این پیام رو به همه بچه ها برسونید که هیچ چیز به اندازه خود خوابوندن جهان رو به جای بدی تبدیل نمی کنه. خدا سر شاهد راست میگم. اصلا چیز خوبی نیست. خوشحالی راهش این نیست. من امتحان کردم. آره، من دنبال خوشبختی بودم، ولی راهش نبودم. اشتباه کردی آقای پادشاه، نبودن نه.
واو، خب به نظرم خیلی خوب بود لری، نه؟ آره خیلی. پادشاه جورج درس ارزشمندی رو یاد داد. حتما همینطوره لری. در واقع فردای همون روز پادشاه تو کل کشور گشت و اردکای قدیمیشو به هر کسی که دوست داشت از اونو داشته باشه داد. با این کارش همه رو خوشحال کرد. واو. ما اینجا کنار رایانه وایسادیم تا راجع به اینکه امروز چی یاد گرفتیم با هم صحبت بکنیم. و چیزهایی که امروز آبوختی در زندگی آبون به کار ببریم و خداوند در کتاب چیزهای زیادی به ما میگه. چیزی شده؟ چرا اونطوری نگاه میکنی؟ شما که نذاشتیم ما برنامه رو اجرا کنیم. خب باید یک کاری انجام بدیم. آو خیلی خوب. می‌بینی که ما می‌دونیم کلام خداوند برای همه است و حالا که حرفای ما به پایان رسیده یه نگاهی می‌ندازیم به چی؟ چی شد؟ ادامه صحبتمون با باب. پادشاه جورج یاد گرفت که خودخواه بودن مثل وقتیه که میخوایم چیزی رو بگیریم که مال یکی دیگه است، یا وقتی که وسایلی که مال ماست رو به دیگران نمیدیم. خب این کار آدمای اطرافمون رو ناراحت میکنه. درسته باب. بذار ببینم رویانک برامون آگه داره. اوه فکر خوبیه لری. یکدیگر را با محبت مسیحایی دوست بدارید و هر کس دیگری را بیشتر از خود احترام نمایید. با کوشش خستگی ناپذیر و با شوق و ذوق خدا را خدمت کنید. کتاب رومیان باب 12 آیه 10. پس کتاب مقدس میگه به جای اینکه فقط سعی کنیم به خودمون احترام بذاریم یا خودمون رو خوشحال کنیم، باید به مردم اطرافمون هم فکر کنیم. در مورد دوستای مدرسه‌مون یا خواهرها و برادرامون. ما چیکار میتونیم بکنیم که باعث خوشحالیشون بشه؟ لوسی توماس از بیسمارک، داکوتای شمالی. من مطمئنم خواهرت خیلی خوشحال میشه اگه اسباب بازیاتو باهاش تقسیم کنی. منم همین فکر رو میکنم باب. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم، پس به خاطر داشته باشید خداوند شما را خاص آفریده و خیلی دوستتون داره. هی باب، اگه نظرت ایرادی نداره یه سری از دوستامو دوست دارم برنامه بعدی رو اجرا کنن. ها نظرت چیه؟ چی؟ سلام، من باب گوجه فرنگی هستم و همینطور که میبینی منم لری خیار هستم. من اصلا نسبت به این موضوع حس خوبی ندارم. خدا نگهدار. صبر کنید باب. چی؟